سرخط خبرها. مردم هرات داغدار از قتل پسر یک بازرگان از سوی اختطافچی ها. مظاهره کنندگان خواستار کیفر سخت به عاملان این قتل هستند. نشست مثلث افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن. حامد کرزی امروز کابل را به این مقصد ترک گفت. پایان ماموریت نظامی به معنی قطع حمایت از افغانستان نیست. دبیر کل ناتو بر تامین امنیت و ثبات در کشور تاکید دارد. و این مرد ساعات پس از حلف وفاداری اولین سفر خارجیش را اعلام کرد. جان کری برای مذاکرات سازش فلسطین و اسرائیل به خاورمیانه می رود. سلام، خدا سلام، شب شما بخیر. امروز شنبه است 14 دی 1391 هجری خورشیدی که برابر می شود با 2 فوریه 2013 میلادی. من محمد همایون سلیمی هستم با مشروع خبرها این ساعت. اعتراضات باشنده های هرات در واکنش به قتل پسر یک بازرگان از سوی آدم ربایان در این ولایت وارد سومین روزش شد. امروز نیز صدها باشنده هرات در یک تجمع اعتراض آمیز در برابر دفتر والی هرات یک بار دیگر خواستار کیفر اعدام به عاملان قتل این پسر خردسال شدند. در همین حال والی هرات از تلاش برخی حلقات برای سوء استفاده از این اعتراضات مردمی هشدار می دهد. بعد از گذشت 2 روز هنوز خانواده علی سینا پیکر کودکشان را به خاک نسپردن. اجرا نشدن اشد مجازات بالای قاتلین که از خواسته های اصلی این خانواده می باشد هنوز مراسم به خاک سپاری را به تعویق انداخته است. از سوی هم صدها تن صبح امروز برای تطبیق عدالت خود را در مقابل ساختمان هرات رساندند. در جمع مظاهره کنندگان نفیسه مادر علی سینا که از دست دادن جگرگوشش را سخت دقدمند ساخته نیز حضور دارد و به نظر می رسد تنها اجرای اعدام بالای قاتلین فرزندش می تواند دلاسایی برایش باشد. وی می گوید گرچند رئیس جمهور برایش اجرای وعده سخت‌ترین مجازات بالای نفرات را داده است، اما انتظار وی عملی کردن است نه وعده دادن و سخن زدن. اگر آقای نوروزی هم بده 10 روز به چیمه دگه هم بمونه 20 روز به زید خواه تیر کرد به چیمه 20 روز دگه یک ماه دگه به پیش بتیر کنه مشکلی نیه بکه به چیمه شهید شده ولی به زید دنیا با جنت را. اما خواهشمندم از آقای کرزه که علنی رو منظر آن میدان کنم به خود من چوکی را زید خواهی چون یه آدمی بود که 5 سال نونه نمک بدادم بره خیر از قرآن چیزی نمیخواییم چیزی که پیغمبر ما محمد رسول الله گفته امر قرآن سر جا حاکم سر جا اجرا کنن که تا دست 4 تای دیگه بسته شد. ما کشور اسلامی، ما ادب ما یک نفر نیه، باید قاتلین اعدام شه، باید اصلا قرآن گریشه. تمام جنایتکارا دستگیر شدن. داود شاه سبا والی هرات بعد تداوم وعده های قبلی مقامات محلی از بررسی ارگان های عدلی و قضایی این شهر خبر می دهد. ولی آقای سبا از سوء استفاده ها نسبت به این قضیه سخن می زند. آن هم سوء استفاده های سیاسی. ما در کنار خانواده هستیم، ما به خانهش رفتیم، با اونا هر لحظه به تماس هستم. خود خانواده میگن که ما هیچ مشکلی نداریم، ما راضی هستیم، اما متاسفانه کسان دیگری نمیخوان که این کار خاتمه پیدا بکنه و جنازه دفن شه و بازی رو به یک جهت دیگه میکشانن که شما ممکن است در آینده ببینید. خود شما قضاوت کنید. از سوی دیگر اعتصاب سراسری هرات را به خود فرو برده است. این هم تصاویر از مرکز شهر در روز آغاز هفته. در صورت ادامه اعتصاب سراسری در هرات باشنده های این شهر از فلج شدن روند زندگی روزمره چون نیز نگرانند. اختطاف و آدم ربایی در هرات تازگی ندارد، بل باشنده های این ولایت از افزایش این پدیده بارها نگرانی کرده و دست به تظاهرات و اعتصاب زدند. اما
اما این که پرونده یلی سینا همانند پرونده های قبل خواهد ماند یا خیر معلوم نیست، ولی تصمیم خانواده یلی سینا تنها و تنها تطبیق عدالت بالای قاتلین فرزندشان است. در سوی دیگر، اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا و اتحادیه صنعتکاران افغانستان هشدار می‌دهند هرگاه قضیه قتل علی سینا پسر یکی از بازرگانان از سوی آدم رو بایان تا 3 روز دیگر روشن نشود، آنها دست به اعتصاب کاری خواهند زد. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری و اتحادیه صنعتکاران می‌گویند هرگاه حکومت افغانستان از افزایش روزافزون تهدیدهای امنیتی در برابر بازرگانان جلوگیری نکند، ادامه این تهدیدها صدمه جدی بر میزان سرمایه گذاری ها در کشور بر جا خواهد گذاشت. در این حال وزارت امور داخله می گوید این وزارت به تامین امنیت بازرگانان متعهد است. قتل علی سینای 8 ساله پسر یکی از بازرگانان افغان از سوی آدم ربایان در هرات نگرانی های جدی را در میان بازرگانان و سرمایه گذاران افغان نسبت به افزایش تهدیدهای امنیتی در برابرشان ایجاد کرده است. در این میان نهادهای حمایت از بازرگانان نیز نسبت به قتل پسر یکی از بازرگانان افغان واکنش تند نشان دادند. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان و اتحادیه صنعتکاران افغان هشدار می دهند هرگاه عاملان قتل پسر این بازرگان به اعدام محکوم نشوند دست به اعتصاب سراسری خواهند زد. غیر انسانی، غیر افغانی و غیر اسلامی یک حرکت بود و بسیار ظالمانه یک طفل 8 ساله را به شهادت می رسانه که ما این عمل کاملا تقبیه می کنیم، به شدت ترین الفاظ ای را تقبیه می کنیم. در افغانستان در صنعتکاران و سراسری اتحاده در افغانستان در اسلامی دولت څخه په کلکه غوښتنه کوي چې د لومړنۍ د مقتول عاملین په اشد مجازات په عام محضر کې په سزا ورسول شي. مسئولان اداره آیسا میگویند با آنکه بازرگانان و صنعتکاران از سوی گروه های مختلف تهدید میشوند و از آنها باج گرفته میشود، اما حکومت تا به حال هیچ اقدام در زمینه تامین امنیت سرمایه گذاران انجام نداده است. خواهش ما از تمام نهادهای امنیتی امی است که امنیت سکتور خصوصی را باید یا تامین کنه، چرا سکتور خصوصی اگر امنیتش تامین نشوه و نمیتونه فعالیت های خود به وجه حسن ادامه بده یا انکشاف بده. در همین حال وزارت امور داخله هرچند تامین امنیت بازرگانان را از اولویت های اصلی خود میخواند، اما میگوید محافظین خصوصی و خودسره که بازرگانان برای خود انتخاب میکنند زمینه آدم ربایی آنها را بیشتر فراهم ساخته است. واجد محترم یک محافظ به خود میگیره، به طور مثال میگیره یک محافظ میگیره و یا میخواهد که یک سایش تامین امنیت شود، این مشوره کار دارد با متکسایی که در امنیت تجربه داشته باشند. افرادی که استخدام میشن توسط تجار محترم به خصوص بعیث محافظ یا باید سوالشان چک شود، حتما با پلیس مشوره شود. این در حال است که به دنبال قتل علی سینای 8 ساله پسر یکی از بازرگانان در هرات رئیس جمهور کرزی به دادگاه عالی دستور داد تا مطابق قانون عاملان این قتل را به اشد مجازات محکوم کند. رئیس جمهور کرزی امروز کابل را به قصد لندن پایتخت بریتانیا ترک کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید آقای کرزی برای اشتراک در نشست سه جانبه سران افغانستان، پاکستان و بریتانیا به لندن میرود و در کنار این نشست با رئیس جمهور پاکستان و نخست وزیر بریتانیا نیز دیدارهای دو جانبه انجام خواهد داد. گفته میشود آقای کرزی پس از پایان نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا لندن را به قصد نروژ ترک میکند تا سند همکاری‌های استراتژیک میان کابل اسلو را با مقام های نروژ به امضا برساند. به توجهی دولت مرکزی به امنیت ولایت های لوگر و میدان وردگ باعث افزایش ناامنی در این ولایات و شهر کابل شده است. دکتر اشرف غنی احمدزای رئیس کمیسیون انتقال با بیان این مطلب میگوید تا زمانی که امنیت ولایت های همجوار کابل تامین نشود، امنیت و ثبات در شهر کابل نیز بر نخواهد گشت. در همین حال والیان لوگر و میدان وردک هشدار می دهند هرگاه در زمینه تامین امنیت این ولایات توجه جدی صورت نگیرد، ناامنی از این ولایت ها به سایر ولایات کشور نیز گسترش خواهد یافت. لوگر و میدان وردک نزدیکترین ولایات ناامن به شهر کابل به شمار می روند. افزایش ناامنی در این ولایات سبب شد که رئیس جمهور کرزی به نهادهای امنیتی کشور دستور طرح استراتژی امنیتی این ولایات را صادر کند.
حال به دنبال این دستور دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال در حالی که دولت مرکزی را با بی‌توجهی در زمینه تامین امنیت ولایت های لوگر و میدان وردک متهم می‌سازد، هشدار می‌دهد هرگاه امنیت این ولایت و سایر ولایات همجوار کابل تامین نشود، شهر کابل نیز امن و با ثبات نخواهد شد. هیچ وقت کابل مسئول بوده نمیتونه تا وقتی که ولایات همجوارش مسئول نباشه. بنابرای کابل، امنیت کابل از امنیت ای ولایت جدا شده نمیده. امروز کابل شهر است که زیادترین حملات پلان شده سر از شهر سو. رئیس کمیسیون انتقال تقصیر بخش از ناامنی ها در کشور را بر دوش نیروهای ارتش می اندازد. به باور آقای احمدزی نبود وایت های نیروهای ارتش در برخی از نقاط کشور باعث افزایش فعالیت های ضد دولتی در این نقاط شده است. تمام مردم میگه که اردو وقتی که در روزانه وجود داره، شب وجود نداره، در 5 بجه موجودیتش ختم بشه. وضاحت بتین که چرا؟ بعد از این سوال ما از اردو و از پلیس، خاصتا از شورای امنیت ملی است که تمام پول را که سر شما مصرف میکنیم نتیجه چیش، چرا سر شما مصرف کنیم؟ در همین حال والیان لوگر و میدان وردک نیز با نگرانی از افزایش ناامنی ها در این ولایات هشدار میدهند هرگاه در زمینه برچیدن این چالش های امنیتی اقدام صورت نگیرد، ناامنی این ولایت به سایر ولایات همجوار نیز گسترش خواهد یافت. کچیری اساسی قدمون ما گوچت نکو جگره پی خیدون کده. دا جگره کولیشی پا طول افغانستان مختلف پوسیمو تا سرایتو کی. زب پا مسئولیت سر دا خبره کن. دلتا مخی دیدینا چی دی پسرلی موسم را ورسیگی باید قواوی زای پزیش. چلور کلا مخی کمو که وش پا حکومتاری و پا انکشاف که پیکر سوری وانی. کلا سب دی برخی که کار ونسو حکومت ضعیف سو، حکومت غیر معاصر سو، خلقو مخ والاو، زم معافیکم در وزیر سب دو معرف سره، چی اوز خلقو مخ را ولیده. از سوی دیگر در حالی که نگرانی های نسبت به ناکامی پروسه انتقال وجود دارد، اما رئیس کمیسیون انتقال با تاکید بر تداوم این پروسه میگوید به زودی جزئیات 4 مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی به مردم افغانستان پیشکش خواهد شد. دبیر کل ناتو بر تداوم همکاری های این پیمان با افغانستان تاکید میکند. اندرس فوگ رسمیوسن دبیر کل ناتو میگوید هر چند این پیمان تا پایان سال 2014 میلادی ماموریت نظامی خود در افغانستان را به پایان میرساند، اما همکاری های ناتو برای رسیدن افغانستان به صلح و امنیت پایدار همچنان ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر دبیر کل ناتو از پاکستان می خواهد که برای مبارزه علیه افرادگرایی در مناطق مرزیش با افغانستان اقدامات جدی را به اجرا بگذارد. همزمان با آمادگی های نیروهای بین المللی برای خروج از افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی، به نظر می رسد که جامعه جهانی برای رفع نگرانی ها در خصوص وضعیت این کشور پس از خروج نیروهای خارجی از تداوم همکاری هایشان با افغانستان سخن می زنند. در این میان ناتو که در حال حاضر هزاران نیرو در افغانستان دارد نیز بر تداوم حمایتش از این کشور تاکید دارد. دبیر کل ناتو میگوید پس از سال 2014 میلادی حمایت این پیمان از افغانستان روی آموزش نیروهای افغان و حمایت از این نظامیان تمرکز خواهد داشت. نیروهای امنیتی افغان تا پایان سال 2014 میلادی به گونه کامل مسئولیت های امنیتی کشورشان را بر عهده می گیرند. این هدف در نشست لزبون تعیین و در نشست شیکاگو مورد تایید قرار گرفت. برنامه آموزش نیروهای امنیتی افغان به گونه درست به پیش می رود. هرچند ماموریت جنگی ناتو در افغانستان به پایان می رسد، اما ما به حمایت خود در بخش های گوناگون از افغانستان ادامه می دهیم. از سوی دیگر ناتو از پاکستان می خواهد که برای جلوگیری از نفوذ افرادگرایی در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان تلاش کند. ما از پاکستان می خواهیم که اقدامات ضرور علیه گروه های افراطی در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان به اجرا بگذارد. همچنان خواهان آن هستیم که اسلام آباد برای تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه اقدامات جدی را روی دست گیرد.
بر اساس راهبرد ناتو قرار است ماموریت جنگی این پیمان در نیمه دوم سال جاری میلادی به پایان رسد و همزمان با واگذاری کامل مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان ناتو ماموریت جدید خود را در افغانستان آغاز خواهد کرد. ماموریت که آموزش نیروهای افغان حمایت و مشوره به این نیروها را در بر میگیرد. با این حال هیلری کلینتون نسبت به وضعیت زنان افغان ابراز نگرانی میکند. بانو کلینتون در آخرین ساعات کاریش باعث وزیر خارجه آمریکا گفت در حالی که نیروهای آمریکایی در حال خارج شدن از افغانستان هستند، واشنگتن نگران وضعیت زنان در این کشور است. وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز در محلات دوردست افغانستان بهبود چشمگیر در وضعیت زنان رونما نشده است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین ساعات پیش از ترک کرسیش در وزارت خارجه آمریکا نسبت به سرنوشت زنان افغان ابراز نگرانی کرد. بانو کلینتون گفت نیروهای آمریکایی در حال برای خروج از افغانستان آمادگی می‌گیرند که واشنگتن هنوز نگران وضعیت زنان افغان است. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید هرچند در 10 سال گذشته تغییرات زیادی در وضعیت زندگی زنان افغان به میان آمده است، اما این پیشرفت‌ها در مناطق دوردست چشمگیر نبوده است. رفاه زنان و دختران در افغانستان نگرانی دوامدار برای ایالات متحده آمریکا است. هنوز باورهای وجود دارند که اجازه نمی‌دهند زنان به عنوان انسان کامل نگریسته شوند. و هنوز خشونت وجود دارد. برخی از این خشونت‌ها ریشه فامیلی دارند. بعضی دیگر با مسائل روستایی مرتبطند. و موجب بخشی از این خشونت‌ها طالبان هستند. اینها زنان و دختران را در مخاطره می‌اندازند. So it's been quite a challenge. از سوی هم هیلری کلینتون میگوید با آنکه کرسی وزارت خارجه آمریکا را ترک میکند، اما به عنوان یکی از 2 رئیس شورای مشترک زنان افغان آمریکایی در دانشگاه جورج تاون باقی خواهد ماند. اما پرسش اینجاست که این نگرانی ها تا چه حد جدی است. اینا حرکات هستند و یا تصمیم های هستند که یک حکومت وقتی که بخواه که یک حالت بهتر بسازه و یا از اون حالت کس اون نمانه که خرابتر شوه و یا اون را انکشاف بتر، باید کارهای مختلف بکنه. امیال آذر کاری را که حکومت افغانستان میکنه در ایسه زنها ای بسیار برای ما چی نیست راستی، یعنی امیدوار کننده نیست، به خاطر ازی که ما بسیار انتظارات داشتیم که نمیال رئیس جمهور افغانستان باید بسیار کارا بکنه در ایسه ما. این همه نگرانی ها در حالی صورت می گیرد که به دنبال سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان، فعالیت زنان افغان در بخش های گوناگون از سیاست گرفته تا اقتصاد و اجتماع در کشور گسترده شده است. همچنان آمارگیری ها نشان می دهد که در حال حاضر بیش از 30% دانش آموزان مکاتب را دختران تشکیل می دهند. اما این یک روی سکه است. روی دیگر سکه از افزایش روز افزون خشونت علیه زنان افغان حکایت دارد که شکنجه، لطوکوب، قتل، بد دادن و ازدواج اجباری زنان افغان را در بر می گیرد. حال هم اقتصادی. وزیر زراعت و مالداری میگوید این وزارت برنامه‌ای را روی دست دارد که بر اساس آن سیستم آبیاری مزارع کشاورزان مدرنیزه می‌شود. با گفته محمد آصف رحیمی هرگاه منابع این کشور آبی کشور درست مدیریت شود از ضایعات آب جلوگیری می‌شود و علاوه بر آن حاصلات مزارع کشاورزان نیز افزایش خواهد یافت. هرچند افغانستان از کشورهای به شمار می رود که بیشترین بخش اقتصادش بر سکتور کشاورزی بستگی دارد، اما با آن هم در زمینه میکانیزه سازی سکتور کشاورزی کمتر توجه صورت گرفته است. در این میان نبود سیستم آبیاری درست همواره به عنوان یک مشکل جدی در برابر کشاورزان افغان قرار داشته است. حال وزارت زراعت و مالداری از تلاش برای مدرنیزه سازی سیستم آبیاری مزارع در کشور سخن می زند. و در نخستین گام وزیر زراعت قرارداد را به ارزش بالغ بر 53 میلیون افغانی با انجمنهای آبیاری به امضا رساند. که تنظیم آب در داخل مزرعه است. یک برنامه کلان در 15 ولایت افغانستان کار میکنه. 175
شبکه آبیاری را تحت پوشش خود قرار میدهد. حدود 52,000 هکتار زمین تحت پوشش قرار میگیرد و حداقل 10% از این 52,000 زمین جدید باید باشد که زیر آب میشه که هیچ وقت آب برش نرفته. وزیر زراعت می افزاید هرگاه منابع آبی افغانستان درست مدیریت شود و سیستم آبیاری مزارع نیز مدرنیزه شود، از ضایع شدن 60% آب سطحی در کشور جلوگیری خواهد شد. آبریزه ها، کاریز ها، چشمه ها و غیره منابع آبی که افغانستان دارد، ای باید مدیریت شود، انکشاف پیدا بکنه. با این مفهوم که بندها باید ساخته شود، دریاها باید تنظیم شود، تا در سطح بزرگتر و کلان سیستم آبیاری ما قوت پیدا کنه. یک روز از وزارت انرژی و آب پرسیدیم که چرا بند هلمند جور نمیشه، چرا بند سلما جور نمیشه، چرا بندهای دیگه ما جور نمیشه. آب در مزرعه میرسه تقریبا 60% از بازایات تبدیل میشه. ببینید یک مملکتی که ما چقدر در یک بدبختی قرار داریم که دنیای دیگر کوشش میکنه با اساس سیستمای قطره‌ای آبیاری بکنن. قطره آبیاری میکنه برای اینکه ضایع نشوه و استفاده عظمی بکنن. بر اساس پلان وزارت زراعت و مالداری، در گام نخست برنامه مدرنیزه سازی سیستم آبیاری مزارع در ولایت‌های لغمان، کابل، کنر، ننگرهار و بلخ تطبیق میشود. خبرهای خارجی را بعد از یک وقفه کوتاه با همکارم ملکه احمد زید دنبال کنید. گب نزن، خب شه؟ بخه او مردکه، یه طفل یکی نفسش بند میمانه، مریض است، پیش دکتر ببرش. دایی والی شو دکتر از کجا میشه؟ بانسو میبره میشه، دیوانی ما که دیه، خب کن. چی میکنی؟ چرا نفس ما قید میکنی؟ میکوشیم ها؟ بیبی چقدر مشکل است، نفس کشیده نتانستی، از خواب پریدی، این طفلک از سر شد دمیال است. ما باید زود به شفاخانه ببرمش. بچه ما پیش دکتر میبرم، بچه ما شفاخانه میبرم. مام برو کده؟ مادرش هستی، بیا که بریم. والدین گرامی، در صورتی که طفل شما سریع و یا با مشکل نفس می کشد، باید به زودترین فرصت نزد کارمند صحی برده شود. حالا روشن با ارزش‌ترین نرخ مکالمه را برای مشترکین سیم کارت عالی و یاران پیشکش می نماید و هر شماره روشن در بدل 2.5 افغانی فی دقیقه و به شبکه های داخلی در بدل 3.5 افغانی فی دقیقه و به 3 کشور خارجی فی دقیقه در بدل 6 افغانی صحبت نماید. فواید خاص سیم کارت عالی و یاران هنوز هم قابل دریافت است. این ارزش ها را بدون فیس اشتراک دریافت نمایید. برای فعال نمودن با 5055 تماس بگیرید و یا ستاره 5055 ستاره 2 علامت نمبر را دایر نمایید. ارزش از روشن، چون ما با شما ارزش قائل هستیم. شرکت تجارتی و تولیدی نورزاد، نمایندگی انحصاری پروفیل UPVC کمپانی اندرپن ترکیه در افغانستان. نمایندگی ماشین‌آلات مونتاژ در و پنجره UPVC کمپانی کوان. نمایندگی انحصاری اکسسوارات گالوانیزه در و پنجره UPVC با کیفیت عالی و استاندارد از کمپانی دسای ترکیه. نمایندگی انحصاری قالین، فرش و موکت ترکی در سایز و رنگ‌های مختلف از کمپانی دوست کردشلر. تولید و نصب هر نوع در و پنجره UPVC زیر نظر انجینران ترکی و افغان. شرکت تجارتی و تولیدی نورزاد. این موتورسیکل با من عکس اوهو، من هیچی نفهمیدم. یک لحظه،
ای که برم خیلی گرم دگار نگاه کن. آدرس دفتر مرکزی هرات، سرک 64 متری قردرباز. آدرس نمایندگی سمت شمال، مزار شریف، دروازه بلخ، جاده کفایت مارکت، مقابل مسجد امام قطبه. شماره تماس 0-790-15-48-48. بهمن، انتخاب هر هموطن. شفاخانه بین المللی مولانا تیمی از دکتران هندی را در بخش های جراحی لپاروسکوپی، جراحی ارتوپیدی، جراحی عمومی، نسایی ولادی، تداوی به اولادی یا اقامت دعوت نموده است. مریضداران محترم می توانند جهت تداوی و روزی یک شنبه مورخ 15 دلو سال روان مراجعه نمایند. ثبت نام جریان دارد. به نام خدا سلام، به خبرهای خارجی خوش آمدید. در حمله جنگجویان طالب به پایگاه نظامی و یک مرکز نگهداری مهمات ارتش پاکستان نزدیک به 30 تن کشته و زخمی شدند. منابع ارتش پاکستان میگویند شبه نظامیان طالب بر این پایگاه در منطقه سرای نورنگ در ایالت خیبر پختونخوا با استفاده از سلاح و نارنجک حمله کردند که در نتیجه آن 10 سرباز ارتش پاکستان کشته شده و چندین تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود در حمله متقابل ارتش پاکستان نیز 12 شورشی طالب به شمول دو حمله کننده انتحاری کشته شدند. بر اساس گزارش ها درگیری میان ارتش پاکستان و شبه نظامیان طالب برای چندین ساعت ادامه داشت و شورشیان سرانجام مجبور به عقب نشینی شدند. این درگیری در حال صورت می گیرد که ارتش پاکستان از آغاز یک عملیات بزرگ نظامی در وزیرستان شمالی و جنوبی خبر می دهد. قرار است جان کری، وزیر خارجه تازه منصوب شده آمریکا، به خاورمیانه سفر کند. آقای کری که به روز جمعه رسما عهده‌دار پست وزارت خارجه آمریکا شد، اعلام کرد که در اولین سفر خارجی خود از خاورمیانه دیدار می‌کند. گفته می‌شود هدف سفر آقای کری به خاورمیانه دیدار از فلسطین و تلاش برای سرگیری مذاکرات سازش است. جان کری که دیروز رسما سمت وزارت خارجه آمریکا را به دست گرفت، پس از مراسم تحلیف اعلام کرد که در اولین سفر خارجی خود از خاورمیانه دیدار میکند. گفته میشود هدف اصلی سفر آقای کری به خاورمیانه تلاش او برای پیش بردن مذاکرات سازش میان فلسطین و اسرائیل عنوان شده است. بر اساس گزارش ها تحولات سیاسی و نارامی های مصر نیز از اجنده های سفر آقای کری به خاورمیانه را تشکیل میدهد. جان کری هفته قبل در مجلس سنای کشورش گفته بود زمان برای تحقق راهکار دو دولتی میان فلسطین و اسرائیل رو به اتمام است، اما باور دارد که هنوز راهی برای حرکت در این مسیر وجود دارد. آمریکا و شماره از کشورهای غربی در تلاش هستند تا فلسطین و اسرائیل را وادار به گفتگوهای بدون قید و شرط کنند. دولت خودگردان فلسطین میگوید تا زمانی که اسرائیل شهرک سازی ها در سرزمین های این کشور را متوقف نکند، حاضر به مذاکرات سازش نخواهد بود. اما اسرائیل بر ساخت و ساز غیر قانونی در سرزمین های فلسطینی تاکید دارد. بر اساس طرحی گفته می شود به زودی اتحادیه اروپا به اسرائیل راه می دهد، دو طرف یا باید راهکار دو دولتی بر اساس مرزهای سال 1967 را بپذیرند و یا با اقدامات تنبیه این اتحادیه مواجه می شوند. روسیه مخالف حمله نظامی بالا ایران و سوریه است. سرگی لاروف، وزیر امور خارجه روسیه، که امروز در 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت میکرد، گفت مسکو هرگونه حمله نظامی بر سوریه و یا ایران را غیر قابل قبول میداند. وزیر خارجه روسیه گفت موضوع بحران سوریه از طریق گفتگوهای درون این کشور قابل حل و فصل است. از سوی هم آقای لاروف گفت مسائل اتمی ایران از طریق نظامی قابل حل و فصل نیست و برخورد زشت با تهران اوضاع را پیچیده تر می کند. این در حال است امریکا و متحدانش بر حمله نظامی بالای سوریه برای سقوط رژیم اسد و نیز بر ایران برای متوقف سازی برنامه اتمی این کشور تاکید دارند. با حال فردین فردوس با بسته از رویدادهای ورزشی. Vamos, vamos.
تیم ملی فوتبال کشور قرار است در آینده نزدیک در مسابقات چلنج کپ آسیا شرکت نماید. مسابقات چلنج کپ آسیا قرار است در دوم ماه مارس در کشور لاوس برگزار گردد که در آن 20 کشور آسیایی اشتراک خواهند کرد. به همین منظور ورزشکاران تیم ملی فوتبال کشور با ورزشکاران مهاجر افغان مقیم اروپا، آمریکا و آسیا یکجا برای مدت 10 روز در دبی با تمرینات پرداختند که در پایان این دوره تمرینی از میان 35 ورزشکار 23 تن آنان که 13 تنشان را ورزشکاران افغان مقیم خارج کشور تشکیل می‌دهد برای تیم ملی فوتبال کشور برگزیده شدند و قرار است در مسابقات لاوس شرکت نمایند. حمید حسن عضو تیم ملی کرکت افغانستان قرار است با تیم باشگاهی کرکت بریسال برنز کشور بنگلادش قرارداد ورزشی به امضا رساند و در مسابقات کرکت پریمیر لیگ بنگلادش شرکت خواهد کرد. حمید حسن دو سال قبل در امارات متحده عربی در یک مسابقه کرکت کشور در مقابل انگلستان دچار مصدومیت طویل المدت شد و از اشتراک در مسابقات کنار رفت. بازیکن تیم ملی کشور در این اواخر بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیتش دوباره به مسابقات حرفه‌ای کرکت برگشت است و یکی از سری ترین بازیکنان حال حاضر کرکت جهان به شمار می رود. حمید حسن روز پنجشنبه در یکی از بازی های کرکت کشور مقابل تیم لاهور پاکستان خوب درخشید و مثل گذشته 10 آور بازی کرد و 3 بازیکن تیم حریف را از بازی خارج نمود. خبر های امشب را در همین جا با پیشگویی وضعیت آب و هوای فردا به پایان می رسانیم. شب خوش، خدا نگهدار. توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوای فردا در چند ولایت کشور که بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل ریزش برف، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف بارندگی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3. هرات بارندگی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. جلال آباد بارندگی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 5. کندز ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 2. و سرانجام ولایت کندهار ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 5 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.